شنوندگان گرامی، به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. فرصتی پیدا شد که من با دو واقعیت یا حقیقت در مورد خودم روبرو شم. اول پیریست که داشتم توضیح میدادم، کنفرانس کیستم من رو که داشتم، یکی امروز نه یک شنبه، شنبه 10 جون در اورنج کانتی در شهر ایرواین دارم که فراموش کردم، اما به نوعی توضیح دادم به آقای دکتر حسامی که ما تهیه کننده نداریم. و برداشت من از تهیه کننده این بود که کسی که معمولا پول میده، پرودوسری که در دنیای سینما من میشناسم، من میگه چه باید کرد و چه نباید کرد و اینها، خدمتشون عرض کردم. الان خانم فرهوده، کارگردان بسیار دانا و توانا و عزیز ما در اتاق فرمان، به من گفتم پس من اینجا کی هستم؟ گفتم شما خب کارگردان فنی هستید و به هر حال همه مسئولیت ها از همه جهت متوجه شماست، و فهمیدم که من مشکل روانی دیگرم که همیشه خودخواهیم بیشتر از نادانیمه، باز اینجام خودش رو نشون داده. بنابراین آقای دکتر حسامی، ما بسیار عرض کنم تهیه کننده دانا و توانا و نیرومندی داریم که ضمناً عرض کنم شاهرگ ما دستشونه که اگر یه موقع خوششان نیامد، به هر حال معلومه که بر سر آدم های خودخواه و نادان چه خواهد آمد. به من ضرر زدید. چرا؟ به خاطر که شما رو نمیتونه میوت کنه ولی منو میتونه میوت کنه. والا من همیشه عرض کردم اگر خدا بخواد شاید بشه، ولی اگر خانما بخوان شده. شما اون رو هم دست کم نگیرید آقای دکتر. به هر حال از این بابت به هر حال خیلی مطمئن نباشید، مطمئن نباشید، ولی به هر حال عرض کردم شما مطلبی فرمودید ولی اشتباه و اشکال در من بود، چون واقعا وقتی که خودخواهی از نادانی یا نادانی از خودخواهی جلو میزنید کار دست آدم میده. ولی به هر حال داد، حالا تا ببینیم بعدش چی میشه. حالا اگر برنامه ادامه پیدا کرد نشون میده که من و شما بخشیده شدیم یا من بخشیده شدم. اگر ادامه پیدا نکرد شنوندگان باید بدونن که به هر حال چه اتفاقی افتاده. حالا بگذاریم ببینیم چه میشه. ایشون به برنامه قشنگ گوش میکنن. اینم بله، نه توانایی و دانایی ایشون، همکاران ما همه خوبن، ولی برخی بهترن و ایشون در جهت کارش و مواظبت و مراقبت و دلسوزیش فوق‌العاده و استثنایی هست. و از این بابت همیشه عرض کردم ما در رادیو یه خانواده ایم. ابدا قصه ای که هست، به هر حال یکی پدر یکی مادر، به اون دلیل نقش و وظیفه ای داریم، ولی دو تا مایه اصلی و اساسی، یکی محبت، یکی دلسوزیه. یعنی از یه طرف این مهر و محبت و مهربانی وجود داره، دوم اینکه وقتی میرسه به مسئولیت و دلسوزی، همه مسئول همه چیز هستن. اینکه کار من نیست، به من مربوط نیست و مال اونه نداریم، هر کس هر کاری بتونه میکنه. به خاطر اینکه مفهوم اون چیزی که در زبان انگلیسی ما داریم، معادل فارسیش هم حالا داریم و نداریم، caring، چون بیش از محبت، بیش از مهر، بیش از دوستی، بیش از شفقت، یه باری از مواظبت و مراقبت داره و اون نکته اصلی و اساسی است. ولی به هر حال حالا معلوم میشه آقای دکتر دنیا رو چه دیدید. شاید من و شما هم به نوعی در این شرایط پرآشوب قرن 19 که شما و من داریم توصیفش میکنیم زنده ماندیم و به هر حال جز کسانی بودیم که سروایو شدیم و میتونیم نام اون خودمون در این زمین بنویسیم. منتظر میشیم ببینیم چه میشه، ببینیم حالا به هر حال چه خواهد شد. در خدمتتون هستم و در خدمتتون هستیم هر گونه که مایل هستید گفتگو رو درباره بحثی از جایی درباره مارکس و یا مارکسیسم باید آغاز کرد. هر گونه که مایلید شروع بفرمایید. پس ببینید دو تا مسئله، یکی انسان موجود اجتماعی است و بعد تعریفی از انسان وجود نداره، ماهیتی وجود نداره مگر در روابطی که خودش ایجاد میکنه، یعنی روابطی که به وجود میاره. اینجا میبینید که برخلاف ایدئالیسم که چه در مورد هگل، چه در مورد کانت و چه در مورد دکارت، چون
پدر فلسفه مدرن دکارته و چه در مورد افلاطون و سقراط، مسئله ایدالیسم یعنی ارجحیت ایده یا فکر بر وجود و بعد بالعکس ماتریالیست. و اینم من باز میگم ماتریالیست مارکسیستی به این معنا نیست که دنیا از ماده به وجود اومده. هیچ کسی این رو، یعنی در حقیقت درست قائل به روح و سپریچوالیتی نیست مارکس، ولی ماتریالیزمش به این معنا نیست که فقط دنیا از ماده به وجود اومده. معنای دقیق یا اون واژه‌ای که استفاده میکنه بسیار کلیدیه، چون فرق میکنه با ماتریالیسم در حقیقت قدیم یونان و حتی ماتریالیستی که فورباخ، یکی از باز طرفداران یا شاگردان هگل، مطرح میکنه است. و اون به این معناست که مارکس میگه ماتریالیسم به این معنی است که انسان در اکشن، در پرکتیس، در عمل وجود و هستی رو به وجود میاره. هیچ چیزی قبلا نیست مگر با کنش انسان. یعنی در حقیقت زندگی یا عمل یک چیز کنشیه و توسط انسان و روابط انسان با همدیگه تعریف میشه. ببینید این کاملا فرق میکنه. یک ایدالیسم ذهنی داریم، یک ایدالیسم عینی. ایدالیسم ذهنی مثل در واقع مثل دکارت هست. یه ایدالیسم عینی داریم مثل فلسفه هگل هست. ماتریالیست مارکسیستی اینها رو رد میکنه، ایدالیسم رو به طور کلی رد میکنه و بعد ارجحیت وجود، یعنی ماهیتی وجود نداره. وجود و کنش انسان و کنش، حالا چه با طبیعت، چه با ماده، چه با انسانهای دیگر، هستی رو به وجود میاره. یعنی در حقیقت دنیا مخلوق این روابط هست. دنیای قبل از این وجود نداره، به این معنی که دنیای انسان اجتماعی ما مخلوق این هست. حالا چرا اینو من مطرح میکنم؟ چون اگر این رو قبول کنیم که انسان موجودی اجتماعی است و ماهیتی وجود نداره به جز کنش و رابطه‌ای که داره با افراد، بعد مسئله این میشه که اونی که ما به وجود آوردیم الان در قرن 19 مخلوق چه نوع روابطی بوده. من میخوام اینو دوباره مطرح کنم. شما فکر کنید یک آدمی هستید در قرن 21 الان، یا 21 در آمریکا، در قرن، برای که بدونید چرا این انسان امروزی هستید بایستی دید چه روابطی شما رو امروز، این بینش رو بهتون داده، این طرز فکر رو بهتون داده، چه راجع به دموکراسی، چه راجع به اقتصاد بازار محور، چه راجع به رابطه زناشوییتون، چه رابطه پدر و پسر، چه دانشگاهیتون، چه نوع کنش و واکنشی مخلوق هستی یا وجود شما امروز شده. اگر اینو بپذیریم، بعد نقش اون هیستوریسیزم، نقش تاریخ در افکار مارکس و هگل کاملا مشخص میشه. برگردیم به تاریخ ببینیم این روابط چجوری به وجود اومده، چجوری آغاز شده. نکته مهمی که بفرمایید. دکتر ببینید، یکی از خب مردم همطور که اشاره کردید مارکس رو یه ماتریالیست میدونن، درسته، در مقابل ایدئالیست مخصوصا هگلی کاملا اون رو متوجه هستیم. ولی ببینید بحثی که مارکس درباره عشق میکنه که باز همون برمیگرده به رابطه‌ای که اشاره کردید، بی‌نظیره. میگه همه جا ما معامله میکنیم، حتی با خودمون لذت و درد رو میسنجیم، کاری رو انجام میدیم یا نمیدیم، در ارتباط با دیگران هم همینطور است. اصلا تصمیم میگیریم درس بخونیم یا نخونیم، هر کاری میخوایم بکنیم، ما درش یک حالت سوداگری رو داریم که با دو تا اصلی که اصلا انسان و مغز انسان باش کار میکنه، pleasure and pain، لذت و درد، کار میکنه. حتی کسی که فرض کنید عبادت میکنه و یا گرسنگی میکشه به خاطر روزه، شرایطی رو به وجود میاره که این pain رو قبول میکنه، برای که فکر میکنه وعد و وعیدایی که در جهت لذت هم تو این دنیا و یا در دنیای بعد دادن میارزه.
یعنی بنابراین تمام زندگی که بعدا اساس تفکر مارکسیستی از نظر انسانی می شدید موضوع و مسئله تجارت معامله است. به همین جد است که من برخی از اوقات عرض کردم که خب من و شما اگر از خیلی چیزا بگذریم بعدا به اون میدن دیگه، منتصب به خیامه که من میخورم و هر که چون من اهل بود میخوردن و اون از خدا سهل بود، میخوردن من حق از ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جه بود. در دنیای بعدم همین می و معشوق، گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک چون عاقبت کار چنین خواهد بود. شاهکار مارکس در اینه که معتقد وقتی که شما عاشقید و لغت عشق رو به کار میبرید شما هرگز درگیر معامله نمیشید، اصلا داد و ستدی در کار نیست، هیچ، یعنی هیچ نمیتونید ضرب و جمع لذت و درد بکنید، شما درگیر مبادله اید یا اکسچنج. مبادله هر چی دارید میدید، هر چی که اون داد رو با لذت و رضایت میپذیرید. نسبت میتونه 100 به 1 باشه، 100 واحد شما میدید او یه واحد میده، همون کافیست، اصلا بقیه چه اهمیتی داره، چون وارد مرحله مبادله شدیم. و این تغییری که اشاره فرمودید در رابطه تعریفی بوده که ما در گذشته پدر برای ما یک فرمانده برخی از اوقات نابینایی بود یا نمیدید از بالا به پایین، که اصلا متوجه نبود ما چقدر ضعیف و ناچیزیم و با ما چنین میکرد، یعنی دوران پدر سالاری و مرد سالاری بود. اما در دنیا امروز از نظر بسیاری دنیان کودک سالاریه، یعنی این کودکانن که تعریف میکنن، به قول دوست عزیزمون آقای هادی خورسندی میگفت ما وقتی جوان بودیم از ترس پدرامون یواشکی سیگار میکشیم، حالا از ترس بچه هامون یواشکی سیگار میکشیم و این جابجایی کاملا مشخصه. این اون دگرگونی است که چون مهم هست که درک اون نگاه وجود و ماهیت، مثلا وقتی به خاطر بیاریم هگل چند روز کوشش میکنه در جهت بحث مربوط به آنچه که وحدت وجوده، چون میدونیم که برخی باورشون این است که اول صادر از خدا هستی است و انسان هم جز اوناست. دو گونه بهش نگاه شده، یکی که اول صادر از حق، یعنی درست مثل علمی که از یه معلم میاد میره به یه شاگرد، از مصدر فیاض چیزی کم نمیشه، علمشو داده اونم حالا دانش داره. یکی اینی که نه، اون چیزیست که بشکن تجلی ظهوری که درست مانند دانه است که شده درخت. و بسیاری که این عرفای میانه هستند و به نظر من کم دارند و کم میارند، کسانی هستند که فکر میکنند ما همه خداییم، یعنی خدا مثل دانه است، حالا تبدیل شده به یه درختی با شاخ و برگ و میوه و هرچه که داره، و اون ماجرای ادعای خدایی رو مرتبط و منتسب به این میکنند. یکی از اون کسانی که با این نگاه وحدت وجود ظهوری سخت میجنگه هگله، و بنابراین میشه فهمید که چطور یک کسی دری رو به روی مارکس باز میکنه که او راه استاد رو بعداً به گونه دیگه ادامه میده. و به همین جهت است که عنصر انسانیت و عشق به اندازه همه مدعیان ایدئالی است و یا رویایی و خیالی و آدمای حساس ظریف و زیباست. یعنی این اون چیزی است که باید متوجهش بود، در حالی که متأسفانه بسیاری از ما نگاهمون به مارکس و مارکسیس یه نگاهی است که قصدش نابود کردن یک طبقه است. البته برخی از نوشتهای مارکس برخی از وقت بوی این رو داره، به همین جهت که برتراند راسل یه حرفی میزنه که این آدم بزرگی است، میگه به نظر من برخی از اوقات مارکس اونقدری که دشمن طبقه ثروتمند شده بود یا بود طرفدار کارگر نبود. حالا این چند روزه برداشت درست درست مثل امسال ببخشید این روزها که جنبش های افراطی فمینیست، از نظر من اینا سازمان های طرفدار آزادی و برابری زنان نیستن، اینا دشمن مردانن، به خاطر آسیبی که از مرد یا پسر در گذشته خوردن. خیلی تفاوته که انسان طرفدار آزادی و برابری زنان باشه، چه زن باشه چه مرد، و حتی هر نامی از جمله فمینیستی رو خودش بگذاره، تا اینکه نه، من اونقدر که به آزادی و برابری زن و رشد و کمال او که هست فکر
نمی کنم. من اونقدر با مرد دشمنم و این اون تفاوت هاست که برخی از اوقات این سازمان ها رو به عنوان سازمان هایی من بهشون گم Organization of Angry Women or Men گذاشته، سازمان های خشمگین علیه زنان یا مردان. بسیاری از مردان طرفدار مرد نیستن، دشمن زنن به دلیل بیماری ها و گرفتاری هایی که دارن و اینا بسیار بسیار با هم متفاوتن. این نکته فوق العاده عمیق و سنگینی که شما مطرح فرمودید یه نگاهی میده که برخلاف اون برداشتی که نتیجه باورها و اعتقادات و مسئله انقلاب مارکسیستی بوده که به مقدار زیادی اون رو با خون همراه کرده، ظرافت و لطافت برخی از مفاهیم این جهان بینی که بعدن وقتی که به نوعی از عرش به روی فرش میاد و از جهان انسانی ناچار وارد جهان فیزیکی و مادی میشه، در دنیایی که هنوز بر اساس آمار چند هزار نفری، حتی تا مرز 22,000 نفر گفته شده، از بی‌غذایی و بی‌دوایی دارن میمیرن، شما در اینجا دیگه نمیتونید آرام بگیرید و حتی اگر نامتون دکتر آرام حسامیه و این موضوع رو یه جوری ازش بگذرید. و این توجه بسیار اساسی است که چرا مارکس معتقده در این دگرگونی شما به رهایی میرسید، یعنی فقط زنجیرهاتون رو از دست میدید. آقای دکتر در خدمتتون هستم. مرسی. بله، ببینید، برمیگردیم به اون بحث این که در روابط پس ما تحریک میشیم و چیزی بجز این روابط وجود نداره. خب اگر ما مولود یا مخلوق این گونه روابطیم، چه نوع روابطی در تاریخ باعث پدید آمدن ساختارها، رفتارها، نهادها و انسان امروز شده؟ یک، بنابراین این نقش تاریخ رو، من مهم بودن تاریخ رو مطرح میکنه. بذارید برگردیم عقب ببینیم اینو چجوری ما تولید کردیم. یک اصل دیگه که در حقیقت جزء فرضیات و باورهای مارکس هست این است که انسان بایستی غذای خودش رو خودش فراهم کنه. بنابراین چه در برگرده به عقب، این چرا مطرح میشه؟ به خاطر که میخواد ببینه رابطه ی تولید کالا، اگر گفتیم حکومت یا دولت و بعد اقتصاد، اگر گفتیم دولت به این معناست که کی، من اینو یواشتر میگم چون دکتر به من گفتن تون میگی، کی، چی، کی و چگونه دریافت میکنه، مسئله اولی که مطرح میکنه مارکس اینکه ما بایستی غذای خودمون رو، یعنی دقیقا مایحتاج اولیه ما هوا که هست، آب و غذا، و آبم که موجوده، کسی تولید نمیکنه آبو، ولی غذای خودمون رو بایستی تولید کنیم یه جوری. بنابراین این تولید غذا اولین نوع رابطه است که در واقع تعریف کننده کی، چی، کی و کجا میگیره. بنابراین امکانات تولید، اون که بهش میگه conditions of production، امکان تولید یعنی شرایط تولید، حالا چه کاپیتالیست باشه چه کمون اول، که اونو من عرض میکنم. ببینید مثال ساده، hunting and gathering stage، اونی که ما میگیم شکار و جمع آوری غذا، من نمیدونم ترجمه درسته یا نه، ولی جمع آوری غذا و شکار، یعنی انسان برای که غذاشو تهیه کنه یا میرفته میوه‌های درختها رو جمع میکردن معمولا، یا از درخت بالا میرفتن باز جمع میکردن، یا بایستی ماهی یا پرنده یا چرنده شکار میکرد. بنابراین تولید غذا رابطه رو به وجود میاره به خاطر که اولین مایحتاج انسان اولیه. بنابراین این رابطه مارکس میگه خیلی مهمه، چون در واقع تعیین به وجود آمدن یک رابطه است. مثلا اینکه مردها به خاطر زورشون شکارچی بودن یا زنها جمع آور بودن، به این معناست که یک تقسیم کاری انجام میشه و این تقسیم کار یک رابطه رو به وجود میاره و این رابطه نهادینه میشه و جلو میاد تا میرسه به کاپیتالیسم قرن 19. بنابراین مسئله تولید، اینی که میگن زیربنا و
بر روبنا در توجیه یا تعریف مارکسیزم این است که زیربنای جامعه بنابراین این رابطه تولید میشه که مستلزم دو چیزه: شرایط تولید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر آب یه جایی هستی که آب روان داره، یعنی مثلا پوتومک ریور داره یا دریاچه است، دریای مازندران دارید یا خلیج فارس دارید یا اطلس دارید یا دریای آرام دارید، شما دسترسی به آب دارید، بنابراین یه شرایط دارید. حالا یه جا هست که مثل افغانستان لند لاکه، یعنی آب نداره. خب این یه شرایط دیگه ایجاد میکنه. اگر ماهیگیری امکان پذیر باشه جایی که هست، اگر نه شکار، بنابراین این شرایطه. نوع دوم یا یعنی مطلب دومی که مورد نظر مارکس هست این که راب، یعنی در حقیقت means of production و بعد یعنی ابزار تولید، ابزار تو چه ابزاری در دست دارید؟ تیر و کمونچه دارید؟ سنگ دارید؟ نمیدونم تفنگ دارید نهایتاً؟ بعد هر چیزی که میتونید به عنوان ابداس دارید، تبر دارید و گاو دارید، نمیدونم شخ میزنه، هر چیزی رو دارید به عنوان ابزار تولید یا ماشین آلات دارید، اون مهم میشه. بنابراین شرایط تولید و بعد ابزار تولید باعث به وجود آمدن رابطه تولید میشه. در از اول تاریخ بشر مدعاش اینه. بنابراین ولی یه چیزو میگه، میگه اونی که به وجود اومده، یعنی اونی که واقعیتی که به وجود اومده بستگی داره به اینکه چه کسانی ابزار تولید رو کنترل میکنن یا مالکشن. ابزار تولید در دست کیه؟ میگه اگر ابزار تولید در دست یک عده مشخص هست، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت خانوادگی، خانواده و خانواده، قدرت تولید و قدرت سیاسی در دست اونا هست. بنابراین زمان در حقیقت کنید بردهداری، کی مالک برده است؟ کی زمین رو مالکیت میکنه یا داره؟ یا زمان فئودالیته، کی و چه کسانی، چه طبقه‌ای دسترسی و امکان تولید رو دارن و کنترل میکنن؟ زمان کاپیتالیسم چه گروهی و چه طبقه‌ای در واقع ابزار تولید رو خریده یا داره، مالکه و بعد کنترل میکنه؟ میگه اونی که کنترل میکنه زیربنا رو کنترل میکنه، و اونی که زیربنا رو کنترل کرد روبنا. این روبنا یعنی همه چیز دیگه از نظر مارکس، یعنی هنر، ادب، شعر، ارزم بزرگ، مذهب، دولت، حکومت، همه اینا روبناست که در حقیقت زایده کسانی هستند که ابزار تولید رو در دست دارن. دوره بردهداری بردهداران، دوره فئودالیته زمینداران، دوره کاپیتالیسم اونایی که ابزار کارخانه داران. و اینجاست که مسئله زیربنا و روبنا مطرح میشه. دکتر من اینجا استاپ میکنم چون مطمئنم کم و کس یاد دارم. نه خیر، بسیار عالی بود. اجازه بدید فقط با پیام ها رو بشنیم و برگردیم، گفتگو رو در قسمت آخر با هم ادامه میدیم. شنگ رجمند با ما باشیم. شنوندگان ارجمند، به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر آرام احسامی استاد علوم سیاسی هستیم. مطلبی رو آقای دکتر اشاره کردن و کوششی که من و ایشون برای نشون دادن یه تصویری از شرایط زمان مارکس داریم، اما همطور که خود مارکس و هگل تاکیدشون بر اون است، شما در بستر تاریخ که انسان اون در حقیقت زمان و مکان هستید، در یه زمان و مکان دیگری اصلا کل مجموعه و سیستم متفاوته. من بارها عرض کردم چرا با مسائل تاریخی مشکل دارم. اگر من برگردم به 2000 سال قبل، زمان حضرت مسیح، و بتونم اونا رو ببینم بدون که اونا منو ببینن و مزاحمتی براشون باشه و حرفا رو بشنم، مثلا نمیفهمم، در حالی که میفهمم جملاتشون رو چون فرسوید به زبانی که من بهش تسلط دارم، ولی نمیدونم چرا محضا رو اینگونه مطرح میکنن. ببینید، گرفتاری مارکس به نظر من اتفاقا همینجا مطرح میشه.
و اون این است که در طول تاریخ با گرسنگی انسان روبروست. بزرگترین دلیل مرگ و میر گرسنگی بوده و در زمان او این اوضاع با وجود پیشرفت هایی که شده از نظر صنعتی بدتر شده که بهش اشاره کردم و مسئله گرسنگی موضوع اصلی و اساسی بوده و اون نگاهش به بخش کشاورزی که بحث اشتراک اولیه رو مطرح میکنه از همینجا ناشی میشه. ولی ما یه واقعیت دیگری در دنیای امروز داریم که برخلاف گذشته، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، دوران گردآوری غذا و شکار و شبانی و اینها مردم زندگی رو میگذراندند و ای بسا 70-80% وقت و انرژیشون در روز صرف اون میشد و یا اصولاً موضوع اصلی و اساسی نیروی اونها صرف یافتن غذا میشد، در دنیای امروز بین 2-4% جمعیت درگیر بخش کشاورزی. یعنی اون نگاه ای بسا بیش از 90% که مردم به دنبال غذا میدوند، که حالا در دنیای امروز مردم غذای اضافه میخورند و بعدش میدوند و این باز نکته جالبی است در جهت اینکه به هر حال ما داریم به خاطر غذا میدویم یا به دنبالش یا بعد از خوردنش به خاطر زیاد خوردنش که وزن مناسب و اندام مناسب پیدا کنیم. یکی از اعتراضات این است که آنچنان خود مارکس درگیر تاریخی است که باش کاملا آشناست و شرایط ویژه‌ای که در اون زمان هست که موضوع رو میخواد در همون حد اشتراک اولیه مبنای کار قرار بده و اونطور که آقای دکتر اشاره کردن حرفش این است که این موضوع پس زیربنا اینجاست و همه چیز روبناست، حتی علم، دانشگاه، پدری، مادری، ازدواج، همه چیز، مذهب، همه روبناست و بنابراین بحث زیربنا و روبنا رو مطرح میکنه که البته میدونیم ماکس وبر کتابی رو علیه اون به یک اعتبار مینویسه، نه به دلیل دشمنی، و اون مسئله جنبش پروتستان هست و انقلاب صنعتی که نه اتفاقا این جنبش پروتستانه، این روبناست که زیربنا رو این چنون دگرگون کرده و هم ریخته. اما در دنیای ما ابراهام مازلو ماجرا رو به گونه دیگه مطرح کرد، مسئله اصلی و اساسی در انسان نیاز و احتیاجی، اصلا انسان بر اساس رابطه و نیاز به یک اعتبار تعریف میشه و اونجا بود که متوجه شد دو تا نیاز نیازی است که او به عنوان نیازهای اساسی و پایه میشناسه. یکی نیاز به آنچه که موجب زنده موندن من و شماست، آب، غذاست، و یکی نیاز امنیت و آرامشه که الا ذهن رو از هم میپاشه و من و شما رو گرفتار میکنه. ولی او متوجه این مسئله هست، ابراهام مازلو، که اینا رو به عنوان deficiency need، یعنی نیازهای مبتنی بر کمبود میدونه. یعنی من اگر تشنه هستم یه لیوان آب میخورم، ولی من 20 تا لیوان یا 40 تا لیوان آب نمیخوام بخورم، من اگر گرسنه‌ام یه وعده غذا میخورم، نه 100 وعده. در حالی که در زمینه علم یا در زمینه هنر یا در زمینه محبت شما اگر 1000 واحد هم از اونها دارید، دلتون باید 1000 دوم و سوم و پنجم رو داشته باشه. یعنی ابراهام مازلو با زیرکی متوجه میشه که اگر حداقل نیازهای فیزیکی و امنیت و آرامش فراهم بشه، انسان آروم میگیره یا به مفهوم اون اکولیبریم و تعادل میرسه، ولی همچنان جنبه دیگر انسانی که رشد و تکامل هست سر جاشه. و به همین جاست که سالهای قبل من در ایران انسان سالم رو متعادل تکاملی گفتم، یعنی پاش به روی زمینه، اون تعادل رو در اینجا داره، این بالانس اکولیبریم رو، ولی سر بر آسمان داره برای که در مسیر رشده. به همین جد است که من و شما وقتی میریم کلاس اول، درس کلاس اول بلدیم، میریم کلاس دوم که هیچی بلد نیستیم، بعد میریم کلاس سوم. اگر قرار بود مانند بقیه نیازها بهش نگاه کنیم، خب اولین باری که یک کلاس میرفتیم تمام میشده میرم، همونطور که من بعد از خوردن غذا دیگه به دنبال غذا یا برای خوردنش نیستم. ولی این برداشت به نظر میسه در زمان مارکس نبود، یعنی اینا با توجه به اون نیازی که در جهان بود، نگرانی هایی که مخصوصا در جهت گرسنگی بود، فکر میکردن مسئله اصلی اونجا هست و از اونجا باید شروع بشه. در حالی که در دنیای امروز وقتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته ابدا بحث کشاورزی به اعتبار مطرح نیست و کشاورزان تعداد کمی هستن که با ابزار بسیار پیشرفته کار میکنن. و تعجب نکنید اگر بگم بسیاری از بچهای ما فکر میکنن مثلا فرض کنید پرتقال یا سیب توی یه صندوقای توی مغازه های میرویه، برای که اینا تنها جایی است که دیدنش، یا احتمالا یه تعدادشون چنین هستن. و این نگاه نگاهی است که به قول مارکس بعدا انسان رو به الینیشن یا بیگانگی میرسونه، که من مطمئنم کوشش های دکتر
این بوده که این مسئله رو به این گونه ارائه بدن. آقای دکتر ما نزدیک 10 دقیقه فرصت داریم، لطفا هر گونه که مایل هستید مطلب رو ادامه بدید، زمینه رو فراهم کنید که هفته آینده دنباله این گفتگو رو بتونیم با هم داشته باشیم. بله بله، در دنباله فرمایشاتون. ببینید، کاری که مارکس کرد و در واقع اون نقد به اصطلاح وضع موجود و اون چی که باش روبرو بود رو جستجو کرد در روابطی که در واقع میگه خالق واقعیت‌های کنونی است. بنابراین اگر قرار باشه بریم عقب و نگاه کنیم، مسئله مالکیت رو و مسئله این که من اینجا شاید حاشیه هم نباشه، ولی اینو من اشاره میکنم چون میخوام برگردیم به نقش حکومت و دولت و بعد انتظاری رو که مارکس داره، چون اینجا توقعش عوض میشه. یعنی در واقع اگر قرار باشه، اگه یادتون باشه، دموکراسی قرار بود رهایی ایجاد کنه از دست قل و زنجیری که قدرت مطلقه چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه مذهبی و علمی و چه در زمینه سیاسی یا حکومتی اعمال میشد به وجود بیاره. خب این چجوری این امکان پذیره؟ اگر با اون تعریفی که مارکس داد، یعنی مالکان ابزار تولید در هر مرحله از تاریخ در واقع کنترل میکنن روابط تولید رو، و اگر رابطه تولید و اقتصاد زیربنای جامعه هست، بنابراین روبنا دولت و حکومت زایده اون رابطه است. یعنی چی؟ اینو من اینجوری اشاره میکنم. ببینید، تقریبا 2500 سال قبل از مارکس در کتاب اول ریپابلیک، جمهوری افلاطون، افلاطون یه بحث خیلی ساده رو مطرح میکنه. از یه که میپرسه آقا عدالت چیه، یه تعریفی از عدالت بده. از یه پیرمردی که یه فستیوالی در خونش برگزار کرد، میپرسه آقا این عدالت چیه، تو که داری میمیری و پیر شدی عدالت رو چی تعریف میکنی؟ بعد یکی از این سوفسطائیان به در حقیقت تورش میخوره و از اون میپرسه. اون سوفسطائی جواب این میده، میگه عدالت is the advantage of the strong. یعنی چی؟ یعنی امتیاز انسان قوی است. سقراط بهش میگه این چی میگی؟ میگه ببین، عدالت رو قانون تعریف میکنه، قانون رو قانونگذار میذاره، قانونگذار اونی که قدرت داره، بنابراین اونی که قدرت داره قوانینی وضع میکنه که به نفع خودش باشه. مارکس تقریبا 2300 سال بعد میان میگه ببینید، اگر و همون که اونی که من گفتم درسته که انسان مجبور غذای خودش رو تولید کنه و کسی که ابزار تولید رو داره زیربنا رو کنترل میکنه، رابطه رو کنترل میکنه، در واقع دکترم بارها اشاره فرمودن که زور و زر، اینجا نقطه کلیدی اینه، زور و زر، اون زر یا اون که دکتر میگن زر، اون گفتمان، دیسکورس و واقعیت رو تولید میکنه. درسته در رابطه به وجود میاد و رابطه انسان با انسان دیگر در تولید یکیش به وجود میاد. بنابراین بحثش این است که اونی که زور داره، یعنی زر داره، یعنی ابزار تولید رو کنترل میکنه، زور پیدا میکنه و قوانینی وضع میکنه که به نفع خودشه. حالا مارکس میگه در دوره فئودال نگاه کنید، در دوره بردهداری نگاه کنید، در دوره مرکانتیلیزم نگاه کنید، در دوره کاپیتالیسم نگاه کنید، قوانینی که وضع میشه چجوریه؟ اونهایی که پول دارن و قدرت دارن، قدرت اقتصادی دارن، قدرت سیاسی هم خواهند داشت. این قدرت سیاسی رو یا میخرن یا به وجود میارن با رابطشون، و اینجاست که قوانینی وضع میکنن که در واقع پاسدار منافع طبقاتیشون باشه به عنوان یک کلاس، یعنی یک طبقه که دارای مالکیت ابزار تولید هست.
و این بیدلی نیست. این قسمتی که میگه ساینتیفیک مارکسیزم یعنی که میگه من به عنوان یک آدم تاریخدان میرم نگاه میکنم ببینم حقایق یا واقعیت دیتا، اونی که ما میگیم دیتا در واسه پولیتیکال ساینتیستا، واسه سیاستدانان علوم سیاسی تاریخه، ما باید ببینیم چه اتفاقی افتاده. میگه من رفتم نگاه کردم این قضیه اینه و اینو ببینید که این اتفاق افتاده. البته یک تأثیری هم تأثیر بسزای هگل داره، اون فنومنالوجی اف اسپریت، کتاب معروف هگل، من فارسیشو نمیدونم، فنومنالوجی یعنی که پدیده شناسی، اسپریت هم که گایست، حالا در واقع روح نیست ولی در واقع مراحلی داره. در این کتاب بسیار معروف هگل اشاره میکنه به یک مرحله از تاریخ به عنوان master and slave relation، خدایگان و بندگان. من این جزئی من فارسیش فکر کنم خدایگان و بنده هست. این میگه این در این رابطه است که slave و master یعنی برده و ارباب یه موقعی جاشون عوض میشه، برده میشه در واقع ارباب، ارباب میشه برده. ولی از نظر مارکس این چپتر مهمترین چپتر کتاب هگله، بنابراین در رابطه اینو میبینه، در رابطه پروداکشن مارکس اینو میبینه که این به وجود میاد. حالا میگه چی؟ میگه خب ببین کاپیتالیستا، فئودالیستا، آریستوکرات های لندد آریستوکراسی زمین و مالکیت رو در خانواده خودشون نگه میدارن، کنترل میکنن که مدرسه کجا درست بشه، دانشگاه کجا درست بشه و بعد کلیسا کجا درست بشه، پول کلیسا رو کی بده، پول شمع کلیسا رو کی بده و و و و و و این قدرت سیاسی تبدیل میشه. و وقتی به قدرت سیاسی تبدیل شد، بنابراین دولت، تعلیفش از دولت و حکومت ابزاری است در دست سرمایه‌داران، در دست کسایی که مالک به اصطلاح ابزار تولیدن، بنابراین بایستی از بین بره. چرا؟ چون اون رهایی و آزادی امکان پذیر نیست. اینو بعدا ما راجع به کمونیست مانیفستو انشاءالله هفته دیگه صحبت میکنیم. میگه ابزار برای که رهایی پیدا کنی اول بایستی این اختلاف و این در حقیقت اختلاف هم نه، این موقعیت رو عوض کنی که یک کسی مالک به اصطلاح ابزار تولید باشه و یک کسی در واقع خودش هم، حتی کارگر هم میگه کارگر هم مثل یک فاحشه میمونه که در حقیقت در ازای کاری که میکنی یه پولی میگیره، یعنی تو وقت خودتو، بدن خودت رو میفروشی، فرق نمیکنی، میگه. و این است که مسئله ساز میشه. من همینجا استاپ میکنم دکتر، ببینم ماشون مطالبی که اشاره فرمودید آقای دکتر، حتما دربارش گفتگو خواهیم کرد برای که موضوعی فوق العاده اساسی است. آنچه که میشه نتیجه گرفت اولا در تعریف عدالت از زمان ارسطو مانده بودند و همچنان هستند، اعطاء کل ذی حق و نقو، حق هر کسی رو بهش بدید، اصلا یه دور باطل، حق بر اساس عدالت مشخص میشه و بعد دادن اون حق عدالت، بنابراین چگونه میشه این دوتا رو برای هم گذاشت و تعریف کرد. نکته دیگری که اشاره فرمودید قانون بود و اون این است که قانون در حالی که ضروری نامطلوبه اما به مرور زمان به گونه‌ای وضع میشه که از ظلم و زور و تجاوز به نوعی حمایت میکنه و اون رو واقعی و حقیقی و درست میدونه. یعنی اینکه شما یک دلار دارید که دیگه 100 دلاره، عدالت اینه که تو یه دلار تو بگیری و بدی، تو هم 100 دلار تو داشته باش یا بگیر و برو. ولی اساس کار در این است که این قانون میتونه ظالمانه باشه یا عادلانه باشه. اون بس برای اولین بار مطرح میشه که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. و بعد مجموعه سازمان هایی که این قواعد و قوانین رو وضع میکنند و اجرا میکنند میشه سیستم حکومتی. بنابراین غیر مستقیم و بعدا مشخص مستقیم این بخش حکومت و دولت هست که همونطور که اشاره کردید تعیین کننده حق و عدالت است. و از اونجاست که ما مسئله عدالت به یک بار کاملا زیر سوال میره و آنچه که از ظلم است و بیداد است، استفاده است و سوء استفاده است، تبعیض است و تفاوت است در تمام زمینه ها که احتیاج به تصحیح اصلی و اساسی داره. اما چه گفتند و چه خواستند و چه شد
ولی مهمتر از همه چه در دنیای امروز میتونه بشه بحثی است که امیدواریم با هفته های آینده بتونیم با هم داشته باشیم. با تشکر بسیار از شرکتتون های دکتر آرام حسامی، شنوندگان خوب و عزیز رو به شنیدن این برنامه اگر علاقمند هستن هفته آینده دوشنبه 4 تا 6 به هر حال هدایت میکنیم. ضمناً یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب، همچنان روز شنبه 10 تا 12 و 11 تا 1 بعد از شب بازپخش خواهد داشت. ضمناً همینقدر که تهیه کننده برنامه به فرموده جناب دکتر حسامی برنامه امروز را آماده کردند، بلافاصله به اینستاگرام و یوتیوب میره و دوستان میتونن ظرف چند ساعتی که آماده شد اون را هر زمان که خواستن بشنون. با تشکر مجدد از شما دکتر حسامی، با امید